قصر الموجعی که در اوایل قرن بیستم در امارات العین در جنوب کشور کنونی امارات متحده عربی بنا شد، نماد قدرت خاندان حاکم آل نهیان در یک قرن گذشته در این کشور بوده. این قصر که زادگاه رئیس حکومت امارات شیخ خلیفه بن زاید آل خلیفه است، اکنون به موزه تبدیل شده که تاریخ، آداب و رسوم خاندان حاکم را به نمایش می‌گذارد. نگانه ارسباران گزارش می‌دهد. این قصر که زادگاه شیخ خلیفه آل نهیان رئیس حکومت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی است، پس از بازسازی کامل و افزودن سازه شیشه‌ای به عنوان نمایشگاه دائمی، درهای خود را بر روی عموم باز کرد. سلمی عبدالله العامری مدیر موزه الموجعی میگوید که با افتتاح این اثر تاریخی مردم به بخشی از گذشته کشورشان دسترسی دارند. طبعا اهمیت قصر الموجعی اهمیت این قصر رو از چند دیدگاه میشه بیان کرد. مهمترین اون اینه که این قصر موزه زادگاه شیخ خلیفه بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربیه و اینکه این قصر موزه در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. به گفته العامری این قصر شاهد رخدادهای تاریخی بسیاری بوده است، به ویژه تولد و خردسالی شیخ خلیفه، و ما با گفتگو با همدوره‌های وی توانستیم خاطره ها و وسایل آن دوره را جمع‌آوری کنیم. ریکاردو بن، یکی از مسئولین اداره گردشگری و فرهنگ ابوظبی پایتخت این کشور حوزه خلیج فارس، میگوید که این قصر در چند فاز و با استفاده از مواد اصلی مانند خشت خام و الیاف درخت خرما بازسازی شده است. این پروژه در دو بخش است. بخش اول ارائه قصر با جزئیات تاریخی آن و بخش دوم که این سازه شیشه‌ای مدرن است که به تازگی بنا شده است. به گفته وی انتخاب سازه شیشه‌ای به این علت بوده است که بازدیدکنندگان همزمان که در حال بازدید از نمایشگاه درون این سازه هستند بتوانند دیوارهای قصر را از هر زاویه ببینند. این قصر به خاطر موقعیتش در امارت العین برای خاندان آل نهیان بسیار با اهمیت بوده است، زیرا از نظر تاریخی به عنوان یکی از نمادهای گسترش نفوذشان در این منطقه تلقی می شود. این قصر دارای سه برج دیدبانی، یک مسجد که توسط چهار بارو حصار شده تشکیل شده است. در وسط این قصر سازه مدرن شیشه‌ای بنا شده است. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.